درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت. از کانال پارس آرتمیس اغورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. احتمالا تمام کسانی که سالهاست برنامه های ما رو دنبال می کنن، چه از کانال پارس، چه پیش از این از کانال چنل وان و چه پیش از اون هم باز از کانال اندیشه، میدونن که این جنبش یک جنبش فرهنگی است و ثبت شده در کشور آمریکاست و چیزی حدود 7 ساله که عده‌ای از ایرانگرایان با انگیزه بازیابی هویت ایرانی و نه اسلامی، در واقع هویتی که اکنون مردم ایران دارن و فرهنگ غالب اسلامی، برای بازیابی هویت ایرانیمون به هر آن چیزی پرداخت که به حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اندیشه های ایرانی ربط داشت پرداخته در این مدت و به ویژه به آنچه که تاریخ و هویت ایران کلاسیک رو میشناسه یا به اصطلاح ایران پیش از اسلام رو میشناخت و میشناسوند و میآموزوند به مردم. در این زمینه برنامه های بسیاری تهیه کرده و در واقع میشه گفت که در 7 سال کارنامهش رو امروز بررسی میکنیم با یکی از هموندان و در واقع از بنیانگذاران و در واقع ترژرر این بنیان فرهنگی یا به اصطلاح صندوقدار این بنیان فرهنگی که جناب رتو شهروز اش هستند. رتو شهروز اش رو خب خیلی از شما هممیهنان شاید بهتر از من هم بشناسید، به ویژه هممیهنانی که در کالیفرنیا هستند و میدونن که ایشون هم در انجمن دوستداران زرتشت به مدت بسیار طولانی، چیزی حدود شاید 20 سال فعالیت میکنن و هم در درب مهر یا انجمن وستا زرتشتیان کالیفرنیا است، فکر میکنم درب مهر اونجا هم فعالیت دارن و هم اینکه تا کنون به همکاری و یاری ایشون عده بسیار زیاد از هممیهنان ایرانیمون در درون و بیرون کشور موفق شدن که ستر پوشی کنن و به آیین نیاکانی، آیین پدران و مادرانمون در هزارهای طولانی پیش از این بازگردن و به اصطلاح زرتشتی بشن. درود بر شما جناب شهروز اش، رتو شهروز گرامی، و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. درودی با هممیهنان داشته باشید تا وارد معرفی یک به اصطلاح کارنامه ای از جنبش رنسانس ایرانی بشید. اگه ممکنه که بلندگوتون رو باز کنید. بله، سپاس فراوان آرتمیس جان گرامی، سخنانتون و مقدمه. درود بر تمام ایرانی های گرامی و آریامهر، و به نام خداوند جان و خرد، خدای ایران و پاینده باد ایران و جاوید شاه. یادمون باشه که سرزمین ما همیشه پادشاه داشته و پادشاه ما نگهبانی از کشور ما کردن در تاریخ طولانی سرزمین آریاناویچ. خلاصه یادمون باشه تمام ما فرزندان زرتشت هستیم، فرزندان کوروش هستیم و فرزندان فردوسی. باید افتخار بکنیم و در راه منش نیک این شخصیت ها و نام ایران که میشه عشا همکاری بکنیم که هممون خوشبخت و شاد باشیم. سپاسگزارم ازتون شهروز گرامی. ما امروز یک کارنامه ای به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه در هر کجای جهان که هستید ارائه می کنیم از کارهایی که رنسانس ایرانی در 7 سال گذشته انجام داده. رنسانس ایرانی در سال 2014 توسط عده‌ای از هم‌اندیشان ما پایه‌گذاری شد. در کالیفرنیا دور هم جمع شدیم و عده‌ای از هم‌اندیشان که شامل جناب آقای دکتر ابراهیمیان، جناب دکتر انوشیروانی،
شاهین نژاد، بهمن مالیزاده، رتو شهروز اش، جناب آقای آریا صالحی و من هستیم. این جنبش در واقع شکل گرفت و هیئت امنایی براش تشکیل شد و در تمام این سالها چه از کنفرانس ها و سمینار های گوناگونی که رنسانس ایرانی چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در کانادا برگزار کرده جز کارنامه پربار رنسانس ایرانی است و کانال یوتیوب رنسانس ایرانی که چیزی بیش از 400 برنامه در اونجا توسط در واقع فرهیختگان و اندیشمندان و دانشمندانی که به طور تخصصی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران کار کردن، حالا میتونن ایرانی بوده باشن یا حتی از تاجیکستان یا از همیهنان دیگری یا از همزبانان و همتواران دیگری که از سراسر جهان با ما همکاری کردن، به طور تخصصی برنامه های رنسانس ایرانی در حد آکادمیک و دانشی و کاملا مستند پژوهشی است. یافته ها و آموختنی هایی که شما در برنامه های رنسانس ایرانی میبینید در محدوده بسیار بسیار بزرگی میگنجید، از باور نیاکانی، آیین و اندیشه نیاکانمون که باور زرتشتی هست، حتی از پیش از اون از آیین مهر برای شما در این برنامه ها سخن گفته و معرفی شده و پس از اون در باره آیین مزدیستا یا آیینی که بنیانگذار اون فیلسوف و خردمند و آموزگار بزرگ ایران و جهان اشو زرتشت اسفندمان هست گفتگو شده، درباره گادها، درباره مفاهیم فلسفی باور و نگاه ایرانی، جهانبینی ایرانی، درباره تاریخ ایران از دوران ماد و هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان برای شما گفته شده، درباره بازمانده هایی که از مدارک و اسناد و کتاب های به جا مانده از این دوران درخشان ایران پیش از اسلام و دوران در واقع پادشاهی و حتی دوران شاهنشاهی که ایران به جهان و بخش بسیار بزرگی از جهان متمدن آن روز امپراتوری بسیار خردمندانه و دادگستری رو داشته سخن گفتیم و درباره و یک سلسله جستارهای بسیار آکادمیک و پژوهشی درباره چگونگی یورش تازیان به ایران و آنچه که بر سر نیاکان ما توسط تازیان آورده شد، جنوساید یا نسل‌کشی گسترده ایرانیان در 1400 سال پیش و اینکه چگونه ادامه پیدا کرد، درباره دوره‌های پیش از تاریخ معاصر برای شما یک سلسله برنامه‌هایی که دلایل شکست در واقع میشه گفت ایران در برابر یورش تازیان یا اعراب بود، دکتر شاهین نژاد و دکتر شهرام آریان برای شما یک سلسله برنامه‌های تخصصی که تهیه کردن و اینها رو شما میتونید، بسیار برنامه‌های گرانبهایی هستند، بسیار برنامه‌های آکادمیک و دانشگاهی هستند و من اینو توصیه میکنم به تمام کسانی که برنامه‌های ما رو در برنامه‌های زرتشت نگاه کردن یا کسانی که ما رو از طریق فیسبوک یا یوتیوب یا از طریق اینستاگرام و توییتر دنبال میکنن و همچنین از طریق کانال‌های تلگرامی برنامه‌های ما رو میبینن، توصیه میکنم همه شما این سلسله برنامه‌ها رو ببینید. اینها تاریخ تحلیلی ایرانه، علل اتفاق افتادن این اتفاقات رو، این پیشامدها و این رویدادهای تاریخی رو در ایران بررسی میکنن، از پیش از یورش تازیان تا بخش بسیار مهم قسمتی که ساسانیان در برابر یورش تازیان از هم فرو پاشید و اتفاقات بسیار بسیار تلخ و ناگواری که در اون دوران افتاد، تجزیه و تحلیل در واقع علمی اینها رویدادها رو برای شما اونجا گفتن و پس از اون اینکه چگونه این اسلام در ایران ماندگار شد و دلایل ماندگاریش در این 14 قرن یا 14 صده چه بود،
و پس از اون رسیدیم به دوره‌های تاریخی پس از یورش تازیان. تمام اینها بسیار بسیار آموزه‌های ارزشمندی است که دکتر شهرام آریان و شهرام و شاهین نژاد با هم اینها رو به صورت تحلیل و ریشه‌یابی در واقع برای شما تهیه کردن تا رسیده به اکنون که همچنان برنامه های زرتشت همون گونه که من براتون گفتم رتو شهروز عش قسمت بسیار مهم آموزش های آیین و باور زرتشتی رو به عهده دارن و در واقع کاری که ایشون انجام دادن کار بسیار بسیار با ارزشی بوده. شاید در 20 سال گذشته این کار رو بدون هیچ چشم داشت با صرف وقت، انرژی و بودجه شخصی خودشون انجام دادن. یک از خودگذشتگی بسیار بزرگ در کنار روانشاد دکتر جعفری گرامی که بنیانگذار این کار بودن در واقع و در آمریکا این کار رو آغاز کردند، با دست خالی از چندین دهه ادامه دادن تا هنگامی که به اصطلاح تازه نفسهایی چون شهروز عش به ایشون پیوستن و همه با همکاری هم این کار بزرگ رو به انجام رسوندن که بازگشت به آیین نیاکانی باشه در به اصطلاح انجمن دوستداران زرتشت و این کمک بزرگی شد به اصطلاح بازگشت ایرانیان بسیاری در سراسر جهان به آیین نیاکانی یا دین بهی یا دین زرتشتی. از سوی دیگه من از جناب شهروز عش بعدن خواهم خواست چون ایشون فعالیت‌های دیگری کردن و ما به اینجا رسیدیم با هماندیشی همبندان جنبش و بنیانگذاران جنبش که بایستی آثاری آماده کرد و فعالیت‌های ما باید هدفمند باشه. آثار شامل بسیاری از نوشته‌ها، کنفرانس‌ها و مقاله‌ها بود و آثار شامل تعدادی از کتاب‌های تخصصی و پژوهشی بسیار بسیار آکادمیک با استفاده از اسناد موجود چه از تاریخ‌های نوشته اعراب یا تازیان پژوهشگران مورخان اسلامی از کشورهای عربی گوناگون و عرب زبانان چه پژوهشگران ایرانی و چه پژوهشگران غربی و مجموعه اینها موجب شد به ایجاد آثار بسیار ارزشمندی که چند تا از اونا رو من اینجا به شما نشون میدم و بعد با جناب شهروز عش وارد گفتگو میشیم درباره کارهای دیگر و انجمن جان و خردی که ایشون پایه‌گذاری کردن و یکی از کارهای بسیار بسیار با ارزش رنسانس ایرانی است و بعد به شما میگیم که اصلا به چه هدفی این انجمن جان و خرد بنیانگذاری شد. اما من اینجا نخست این چند کتابی که در دسترس دارم رو به شما نشون میدم. این کتاب نشیبی دراز از پیش فراز که شاهین نژاد این رو حدود 10 سال پیش در کالیفرنیا و در ایران، در واقع به طور همزمان در آمریکا و ایران اینو چاپ کردن و به دست هم میهنان بسیاری در ایران و جهان رسید، ولی همکنون هم همچنان میتونید این رو از طریق ایمیل رنسانس ایرانی، در واقع info@iranianrenaissance.com، شما این ایمیل آدرس رو پایین ما خواهیم گذاشت، میتونید این کتاب نگاهی به فروپاشی ایران ساسانی به نام نشیبی دراز از پیش فراز از شاهین نژاد تهیه کنید و بخونید. یکی از کتاب‌های بسیار چکیده‌ای شاید از تحقیق‌ها و پژوهش‌های بسیار و رفرنس‌های بسیار از کتاب‌های مورخین ایرانی، غربی و اسلامی است و دلایل فروپاشی ایران ساسانی که شاید برای بسیاری از شما هم میهنان هنوز ناخونده و نادانسته میشه و براتون جای پرسش هست، در این کتاب برای شما بررسی شده و به شما کاملا توضیح داده شده.
کتاب بعدی پیش درآمدی بر اندیشه سیاسی ایران شهره. باز این کتاب هم از شاهین نژاد، همون گونه که میبینید این کتاب هم میتونین در همون وبسایت persianrenaissance.org تهیه بکنید، هم میتونید از info@iranianrenaissance.com که این پایین آدرس ها برای شما گذاشته میشه تهیه کنید. و این هم یک کتابی است در واقع به شما نشون میده که اندیشه سیاسی ایران شهر شهری چیست، این واژه ایران شهری که انقدر استفاده میشه و گیتیارایی و در واقع سیاستی که نیاکان ما به عنوان بنیاد سیاسی اندیشه ایران شهری برپا گذاشته بودن، برپا کرده بودن و بر اساس اون کشورداری و گیتیارایی میکردن و سیاستی بود که ایرانیان هم در اداره کشور خودشون هم در تعامل و کنش و واکنش با کشورها و امپراتوری های دیگر جهان استفاده میکردن چه هست، در این کتاب آورده شده که شما میتونید تهیه کنید. آخرین کتابی که یکی از دستاوردهای دیگر جنبش رنسانس ایرانی است و برای بسیاری از همیهنان چه در درون و چه در بیرون ایران درباره دانستن اینکه زمان زیست زرتشت کی بوده، به خاطر اینکه اختلاف زیادی هست بین کسانی که فکر میکنن شاید زرتشت در 8000 سال پیش میزیسته و آنچه که زرتشتیان باور دارن که در 3700-800 سال پیش میزیسته و آنچه که عده‌ای فکر میکنن در 2700-800 سال پیش میزیسته، اختلاف زمانی که بوده در این کتاب بررسی شده و به اون پرداخته شده که دقیقاً زمان زیست زرتشت چه زمانی است. این کتاب به فارسی و انگلیسی آماده شده. این کتاب فارسی است، نوشته شاهین نژاد، و این کتاب انگلیسی است که کسانی که به زبان فارسی آشنایی ندارن یا فرزندان کسانی که در اینجا بزرگ شدن، این کتاب به نام زوراستر A Global Perspective باز شاهین نژاد و ترجمه دکتر زبانشناس دکتر فرشید دلشاده که از فارسی به انگلیسی برگردونده شده برای همه کسانی که یا فارسی زبان نیستن یا فارسی زبانانی که نسل دومشون فارسی زبان نیستن یا کسانی که دوست دارن این کتاب رو به یکی از همکاران یا دوستان یا اقوامی که ایرانی نیست، غیر ایرانیان، تقدیم بکنن و موجب بشن که دیگرانی هم با زرتشت، زمان زیست زرتشت، مکانی که زرتشت در اون زیسته و مسائل این چنینی آشنا بشن. این آخرین کتابی است که رنسانس ایرانی به چاپ رسونده و البته کتاب‌های دیگری هم در دست پژوهش و آماده کردن هست که به زودی پس از اینکه انتشار پیدا کنن به شما اونو معرفی خواهیم کرد. اما اینجا میرسیم به اینکه باش رتو شهروز گرامی درباره بخش بسیار بسیار مهم دیگری از اقدامی که رنسانس ایرانی انجام داده و اون ایجاد فرانچایز یا انجمنی است برای درست کردن نیایشگاه ها یا آتشگاه های ایرانیان در سراسر جهان در شهرهای گوناگون. ما همه ما میدونیم که آتشگاه ها یا نیایشگاه های مزدا پرستی یا آیین زرتشتی بسیاری در سراسر جهان هست و تقریبا چیزی حدود 90-95% اینها مال پارسیان هنده، یعنی ایرانیانی که 1000 سال پیش به هندوستان مهاجرت کردند و اینا خیلی هاشون دیگه نه فارسی زبان هستند و نه فارسی می فهمن و نه به اون صورت ما ایرانیان کنونی با فرهنگ و ادب فارسی و زبان فارسی و زندگی ما ایرانیان و اون چیزی که از ما یه هویت ایرانی تری می سازه آشنا هستن. متاسفانه اینها بیشتر یه جورایی هندیزه شدن یا ایندیانایز شدن و یه کمی زبان رو از دست دادن، یه کمی فرهنگ ایرانی شون کم رنگتر شده، هرچند که ما به اینها بسیار بدهکاریم. اینا کسانی بودن که فرهنگ و باور زرتشتی و نگاه ایرانی رو با خودشون به هند بردن، جانشون رو نجات دادن و از کشته شدن دوران تازیان و از بین بردن گادها و خیلی از کتابهای دیگه جلوگیری کردن. موبدانی بودن که حتی اینها به هندوستان رفتن،
چه اونهایی که در 1000 سال پیش رفتن، چه اونهایی که در 250 سال پیش و اکنون در هندوستان فامیل ایرانی رو یدک میکشن. همه اینها نیاکان ما هستن، عزیزان ما هستن، پدرها و پدر بزرگا و جد آباد ما هستن، اما ما با اونها اون نزدیکی رو نداریم که با خودمون ایرانی های در اکنون ایران داریم. شهرو جان خواهش بکنم بفرمایید. بله، سپاس فراوان. ما بعد از سالها، بعد از 20 سال واقعا همکاری با استاد بزرگ من فتانه فرید روانشاد که یکی از مهربان، خردمندترین و زیباترین انسانایی بود که من خوشبختی داشتم با ایشون آشنا بشم، و همچنین استاد بزرگ ما دکتر جعفری. وقتی که من 20 سال پیش دانشجو بودم و 25 سال پیش تقریبا و با این دوتا شخصیت آریامهر آشنا شدم، اینا به من اشاره کردن که ما دید زرتشت را در گاتا میبینیم و اگر از گاتا بیاییم بیرون یک کتاب دیگه ای داریم به نام اوستا. اندیشه این دوتا شخصیت این بودن که ما باید تشخیص بدیم که فرق گاتا با اوستا چیه و چریختی دید زرتشت یا این دین زرتشتی به مرور زمان یکم از اون گاتا تا یه حدی جدا شده از لحاظ فلسفیش. و هدف این دوتا شخصیت این بود و همچنین خود من که بتونیم یک دیدی داشته باشیم که بشه گفت که برای ما گاتا یک کتاب و یه آموزش فلسفیه و ما نیاز داریم برگردیم به اون پیام به خصوص زرتشت و فقط گاتا از نظر فلسفی و از نظر یک دین، و دین میشه اون باور مینویی که ما داریم و دنیای معنوی. و اوستا برای ما گرامی و مقدس از زاویه هویت ایرانی، تاریخ ایرانی، جغرافیای ایرانی، یه سندنامه کشورمون و هویت ماست. یعنی هر دوی این کتاب‌ها برای ما گرامی و مقدس هستند، ولی باید ببینیم جای این دوتا کتاب‌ها کجاست و اینا رو باید ما جدا بکنیم. و اندیشه ما این بوده که ما یک انجمنی رو راه بندازیم به نام انجمن جان و خرد که خیلی از دوستان ما در جنبش رنسانس و بیرون از جنبش رنسانس، خیلی از این نوزرتشتیای ایرانی که خردمند هستن و دانا هستن و همچنین خیلی از زرتشتی زاده ها از ما حمایت کردن، پشتیبانی کردن و ما انجمنی رو آغاز کردیم به نام انجمن جان و خرد. این انجمن جان و خرد ما تکیه می‌کنیم به فلسفه ایرانی که گاتا هست و این یک نسخه از کتاب گاتا هست و ترجمه‌های گوناگونی هست. این مال استاد دکتر جعفری است، من مال استاد تاروپاوالا رو استفاده می‌کنم، استاد دکتر جعفری رو استفاده می کنم و خیلی ترجمه های دیگر. و هدف ما در انجمن جان و خرد اینه که همونجوری که گفتم آموزش ما به گاتاست، می خواهیم برگردیم به اون پیام پاک و ساده اشو زرتشت و گاتا. و امروز اکنون در ایران با تمام دانش هایی که در جهان کشف شده و جهان مدرن تر شده و رفت جلو، ما یک چیز ساده نیاز داریم مثل گاتا که زیاد پیچیده نباشه و این کارو بکن اون کارو نکن درونش وجود نیست
و واقعا ما میتونیم این رو در زندگی امروزیمون با دانش امروزی که دنیا و جهان و انسان پیشرفت کرده و رفته جلو، اینها با هم جور میاد. یه چیز ساده است که هر کسی میتونه بگه من زرتشتی هستم، من یه دینی دارم و دین من گاثای اشو زرتشته، که به شما آزادی میده، به شما عدالت میده، به شما راهنمایی میکنه که راه راستی و اشا رو برین، که همون نام سرزمینت امروز ایران یا آریانا، و به خصوص بانوان که در این سده های طولانی ستم دیده بودن و بهشون ظلم شده، میتونن آزادی 100% پیدا بکنن در این آموزش و فلسفه اشو زرتشت. برای همین خواهش میکنم فکر نکنیم که برای ما اوستا گرامی نیست یا زرتشتی زاده ها یا پارسی های هند، تمام اونها برای ما مقدس و گرامی هن، ولی ما دوست داریم بریم و انجمن خودمون و راه خودمونو ببریم جلو، که فقط تکیه بکنیم همونجوری که گفتم به گاتا، که پیام نیک ساده و روشن اشو زرتشت هست، که تمام ایرانیا بتونن بگن من هم یه دین دارم، من هم یه باور معنوی و مینویی دارم در ذهنم، و نیازی نیست که ما بریم دنبال مذهبهای دیگر یا آیینهای دیگر. با یادمون باشه که شهرجات ها اینجا داریم صحبت میکنیم، من چند تا از گات هایی که اینجا دارم و نشون بدم. این گات هایی است که جناب آقای دکتر جعفری آماده کرده بودن و سروده ها ترجمه ایشون بود و در واقع ترجمه و تهیه کردن این کتاب به عهده ایشون بود. یکی دیگه از گات هایی که هست اهنود گات ها، آموزش های اشو زرتشت، بخش نخست گات ها، گردآورنده موبت فریبرز سهراب شهزادی هستند که ایشون هم از کنکاش، از سوی کنکاش موبدان ایرانی آمریکای شمالی این کار آماده شد و به مردم ایران ارائه شد، در واقع ایرانیان. اما خود من هم قدیمی ترین گات هایی که دارم، گات هایی است که از ایران با من بوده تا اینجا کشور به کشور و قاره به قاره با من اومده. این گات های من گات هایی است که مال سال 1365 و از دسته کتاب های بسیار قدیمی است که من اینو خریدم اولین بار در ایران هنگامی که خیلی کوچک بودم و بعد با این آموختم و خوندم و آشنا شدم، چون اون موقع اینترنت نبود و ما انقدر اصلا گات ها در ایران گیر نمی اومد، یعنی کتاب های جز کتاب های ممنوعه بود و چاپ نمی شد اصلا اون موقع در ایران دهه 60، و من از خوندن این با باور و نگاه زرتشت و نگاه فلسفیش آشنا شدم و بعد در همون دهه 60 در سال 69 من رفتم و این تقریدین رو انجام دادم در یزد، و اون زمان یادم میاد که به من بخشنامم نشون دادن و گفتن ممنوع این کار، میدونی که ما میتونیم جان ما و جان خودتو به خطر بندازی، و برای همین به من همیاری کردن ادهی از دوستان زرتشتی و من تونستم برم و در یک روز تعطیل کشتی ببندم و این کار رو در ایران اون موقع انجام دادم، ولی اینو همیشه با خودم همه جا بردم. در تکمیل صحبت شهرروز جان، همونجوری که شهرروز جان فرمود، ما همه بخش های اوستا رو لازم داریم به عنوان یک در واقع آینه تمام نما از هویت ایرانی، از تاریخ، از مراسم، از نیایش ها، از خوب و بد ها، ارزش هامون، ضد ارزش هامون، این که نیاکان ما چگونه می اندیشیدن و چگونه زندگی می کردن. دلیلی نداره که الان در هزاره سوم من و شما عین مو به موی اون کارها رو انجام بدیم. شما فقط باید با آنچه که هویت ایرانیتون رو می ساخته و اون شیوه و اندیشهی که نیاکانتون با اون زندگی کردند آشنا بشید، و از این روی تمام بخش های اوستا ضروریست دانستنش، خوندنش و آگاه شدن باهاش. حتی اگر متوجه برخی از بخش ها نمیشین یا درکش براتون سخته، میتونید از افراد
دانش پژوه گادها و اوستا استفاده کنید، نه الزاماً هر موبدی، چون موبدایی که بالاخره به طور نیاکانی بهشون آیین زرتشت به ارث رسیده، مراسم رو بیشتر بلدن انجام بدن و کارهای به اصطلاح آتشگاه رو بهتر میدونن. شاید اون کار پژوهشی دقیق از اونا بر نیامده باشه و انجام نداده باشن. برای همینم اگر یه موقع رفتید از یک موبدی در جایی پرسشی کردید و این موبد به شما اون جوری که شما نیاز دارید بدونید نتونست پاسخ کامل بده، این انتظار رو نداشته باشید که هر موبدی الزاماً پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و ادب و زبان ایرانی است، بلکه داشته ها و فراهم کرده ها و پژوهش های بسیاری توسط کسانی که یا نوزرتشتی هستن یا پژوهشگر این زمینه ها هستن آماده شده که من تعدادی از اونها به شما نشون دادم، تعداد بسیار زیادی هم هست که شاید شهروز گرامی هم باز بتونن بیشتر دربارشون صحبت بکنن. اما بدونید که ما گات‌ها رو بخش بازمانده از شاید بخش‌های بسیار زیادتری که سروده‌های شخص زرتشت بزرگ، فیلسوف بزرگ ایران و جهان بوده، در اختیار داریم که نگاه فلسفی زرتشت رو به ما میده، اما بقیه بخش‌های اوستا رو داریم به عنوان هویت و تاریخ و فرهنگ ملی ما ایرانیان و اون گونه که نیاکان ما، جدآباد همه ما با اونها زندگی می‌کردن. حالا شهروز جان، شما گفتین که ما انجمن جان و خرد رو پایه‌گذاری کردیم که جنبش رنسانس ایرانی هم یکی از بزرگترین در واقع میشه گفت خوراک فکر پشت این انجمن بوده و از این روی ما فکر کردیم که برای ما ایرانیان امروز و برای تمام ایرانیانی که دارن دوباره برمیگردن به آیین نیاکانیشون، لازم هست یک چیز متحد و یک شکل در همه جای جهان در اختیارشون باشه، مثل انجمنی باشه که هر جای جهان مردم بتونن در دسترسی پیدا کنن، پرسشاشون رو بکنن، ممبر بشن یا عضو بشن و بیان آموزش بگیرن و بیان بازیابی و خودشناسی دوباره ایرانیشون اونجا انجام بدن و در این حال میتونن بازگردن به آینه نیاکانی، کسانی که دوست دارن و میتونن هم هر گونه پرسشی که درباره گادها، درباره خود زرتشت، درباره اوستا، درباره مسائل حول و حوش آیین بهی یا دین زرتشتی دارن در میان بگذارم. و این خیلی مهمه که افراد بیان و عضو باشن. چرا باید عضو باشن؟ بلکه شما وقتی به جایی تعلق دارین، مثلا کلیسای پروتستان، مثل کلیسای مثلا کاتولیک، هنگامی که افراد جزو کلیسای به عنوان مثال کاتولیک هستن و میرن اونجا برای نیایش، درسته که همه اینا مسیحی هستن، درسته که ما مثلا زرتشتی هستیم و زرتشتیان هندوستان هم زرتشتی هستن، اما شما موقعی که ممبر یا عضو یک کامیونیتی میشید یا یک مجموعه میشید یا یک انجمن میشید، دیگه شما با اینا وصلید، ساپورت دارید. حالا شما میتونید اندیشتون رو تقویت کنید، میتونید روابط اجتماعیتون، میتونید آشنا بشید با زرتشتیان دیگه در این انجمن، میتونید دوستان جدید پیدا کنید، میتونید از هممیهنان خودتون که بازگشتن به نیاکان، به آینه نیاکانی، بیاموزید، به اونها بیاموزانید و این برای همه ایرانی ها میشه یک مأوایی برای زرتشتی زیستن و اندیشه ایرانی داشتن و نگاه فلسفی زرتشت رو شناختن. درست میگم شهروز جان؟ دقیقا درست میگین. هدف ما اینه که یه انجمن جهانی باشه که هر ایرانی در هر جایی که باشه میتونه به ما رجوع بیاره. ما اتاق فکری بزرگ داریم، دانشمندای بزرگ داریم که همچونی که گفتیم پژوهش کردن و واقعا دانششون درباره اشو زرتشت، گاتا و فلسفه زیاده. خود من فلسفه خوندم در UCLA و فیلسوف هستم و یادمون باشه که در این کتاب آکسفورد، فلسفه آکسفورد، اگر شما برین عقب این کتاب که به اوردر زمان نشون میده که فلسفه از کی شروع شده، اشو زرتشت اولین فیلسوف شناخته شده در جهان
برای همین ما فلسفه پرست هستیم، ما مزدا پرست هستیم، ما خردگرایی میکنیم و خیلی از جوانان امریکای شمالی، اروپا، چون ما اینجا آزادی داریم که هر آینی یا هر دیدی رو میتونیم برای خودمون انتخاب بکنیم، توی این زمانها، سالها خیلی ها رجوع آوردن و ما واقعا یه اجتماع بزرگی داریم الان و بیشترشون جوونن، تو 30-40 سال هستن، همه جو افراد هستن که اومدن و زرتشتی شدن و عضو انجمن جان خرد شدن و ما گهنبارامون رو جشن میگیریم، اینها دوست پیدا کردن و احساس میکنن که به یه جایی اقلن خودشون انتخاب کردن و سنس بیلانگینگ دارن به یه جایی. و ما شبکه های گوناگونی داریم، الان یه شبکه در آلمان داریم و یک شبکه در کردستان داریم که دکتر فریدون کریم رئیس اون شبکه است، در تاجیکستان، افغانستان و آذربایجان. هدف ما اینه در هر جای جهان اگر یه گروهی باشن که 10 نفر 20 نفر باشن و در هر شهری باشن، اگر بخوان یه انجمن برای خودشون درست بکنن، ما اینها رو یاری میکنیم، آموزش میدیم که چریختی جشن بگیرن، چریختی نیایش بکنن که بتونن هر ماه هر هفته دور هم بشن و به اون فعالیت ها و اون نیتهایی که دارن از لحاظ دید مینوی و دنیای مینویی بتونن ساتیسفای بشن و بدونن یه جایی هست اینها بتونن برن. و الان داریم در 7 شهر امریکا، در کانزاس، در اتلانتا، در شمال کالیفرنیا، در کالورادو و در تگزاس ما شبکه های انجمن جان خرد داریم که اونها استقلال خودشون دارن زیر نگهبانی ما که میتونن فعالیت های خودشون رو بکنن و امیدواریم تعداداشون بزرگ بشن و خیلی کسا اومدن و امیدواریم در آینده از لحاظ مالی ما رو کمک کنن که انجمن جان خرد بتونه آتشگاه های خودشون رو باز بکنه در امریکا، در اروپا و همچنین در تاجیکستان و کردستان. و یه چیز دیگه که بسیار مهمه، اندیشه ما در انجمن جان خرد اینه که خدای رسمی ایران باید اهورامزدا باشه، چون خدای بومی کشور ما هست و هر کشوری ما در جهان نگاه بکنیم یک مذهب رسمی داره. مثلا انگلیس ما نگاه بکنیم، مذهب رسمی کشور انگلیس که من در انگلیس خودم بزرگ شدم مسیحیه، پروتستانن. نه که پروتستانن، خود انگلیس یک چرچ خودشو از طریق هنری دی ایت آغاز کرد که بهش میگن چرچ آف انگلند، که وابستگی به هیچ کس دیگه ای نداشته باشه. ما هم اگر ضرب مثل بزنم، میخواییم چرچ خودمون یا انجمن جان خرد خودمون رو داشته باشیم در ایران که هر مراسمی در ایران باشه، مراسمای رسمی سنای ایران، پادشاهی ایران، بتونیم اگر قسمی بخوام بخورم، ما میدونیم ملکه انگلیس، رئیس جمهور امریکا در سناشون هر وقت بخوان یک برنامه رسمی باشه، خب دستشون رو میذارن روی کتاب انجیل و یک کشیشی میاد اونجا که اون مراسم رو مثلا به عهده بگیره، انجام بده. یا اگر یک رئیس جمهوری مثلا در بگذره، یا مثلا همسر ملکه انگلیس که درگذشت، خب این شخص رو بردن در یک کلیسا و یک کشیش
بعد از طریق چرچ آف اینگلند. به طور کلی شهروز جان ببخشید بین صحبت میگم، ولی به طور کلی یعنی این که هر جامعه ای این مراسمش باید بر اساس یک باور فلسفی یا نگاه فلسفی اون ملت که میتونه همون کیش و باور و آیین زندگی اون ملت رو تشکیل میده انجام بشه، و این در تمام درازای تاریخ وجود داشته و در تمام درازای تاریخ هم وجود خواهد داشت. شما یک تولد دارید که طبق یک مراسمی انجام میدید، یه درگذشت دارید که طبق یه مراسم انجام میدید، یه ازدواج یا پیوند زناشویی دارید که در همه جای جهان طبق یک مراسمی باید انجام بدید، برای کودکانی که به دنیا میان در هر جامعه یک مراسمی انجام میشه، حالا مسیحیان غسل تعمید انجام میدن یا من نمیدونم مثلا مسلمانان دیدین که مراسم خودشونو برای مراسم اسلامی خودشونو دارن و تو گوششون اشهد میخونن و چیکار میکنن، یعنی همه جهان یک مراسمی برای خودشون دارن که همه اصول زندگیشونو توی اون انجام میدن. حالا توی اون چهارچوب برای ما ایرانیان جز قدیمی ترین چهارچوب های جهانبینی جهانه که زرتشت بوده و زرتشتی بودن بوده. چگونه افراد میتونن به انجمن بپیوندن؟ این پایین ما مشخصات، اگر که شهر جان شما هم ایمیلی هست، ایمیلو همینطوری وربالی هم خواهش بکنم بگید. بله، ما یه وبسایت داریم به نام، به انگلیسی میشه Lord of Wisdom. Lord of Wisdom یعنی جان و خرد. این پایین میدید و ترجمه انگلیسیش اگر بریم Lord of Wisdom، اونجا میتونین دهش بکنین، اونجا مقاله هست، ترجمه های گوناگون گاتا اونجا هست و میتونین ایمیل بزنین اگر راهنمایی بخواین، آموزش بخواین، و اگر بخواین صدرپوشی انجام بدین، ما رایگان همه این کار رو برای شما انجام میدیم. خود من الان دارم هفته ای از تمام جهان میان، از امریکا، از ایران، ژاپن، استرالیا، دارم خیلی دانشجو دارم و یک کم از رتویارای من به اینها آموزش میدن و داریم ما صدرپوشی انجام میدیم هر هفته. هفته پیش ما 36 تا صدرپوشی انجام دادیم و این خیلی مهمه شهروز جان که کسانی که دارن زرتشتی میشن برنامه های جنبش رو ببینن. یعنی این بی نهایت اهمیت داره که اگر که شما میخواید زرتشتی بشید، فقط قرار نیستش که یک دین و باوری رو عوض بکنید از اسلام. شما باید بدونید دارین چی کار میکنین، اصلا فرهنگ ایران چیه و نگاه فلسفی زرتشت چیه و این جهانبینی رو با مسائل جنبیش باهاش آشنا بشید. یکی از نکات بسیار خوبی که هست، من با شما اگر که اجازه بدید چند جان شیر سکرین میکنم برای این که بتونیم نشون بدیم که یوتیوب جنبش رو، این کانال یوتیوب ماست، برنامه هایی رو که 400 برنامه یا بیش از اون هم در قسمت ویدئوست، شما میتونید ویدئوهای ما رو ببینید که من اینجا دارم به شما نشون میدم چقدر ویدئو اینجا وجود داره و هرچی که شما بخواین در برنامه ها و در تاپیک ها، جستارها، نام عنوان های گوناگون، موضوعات گوناگون، شما اینجا سخن نان بسیار آکادمیک و پژوهشی رو پیدا میکنید. علاوه بر ویدئوز اینجا در پلیلیست، من اینو اصرار دارم که حتما بینندگان توجه کنن، در پلیلیست ما تاپیک های مختلفی داریم، مثلا برنامه دبیره های ایرانی یا خط های ایرانی یک سری برنامه بود که من با جناب دکتر زرتشت ستوده تهیه کردم، اینا اینجا هستن، یا برنامه های زن و نوزایی ایرانی یک سری برنامه های 7-8 دقیقه ای بود که من اینجا 20-21 برنامه رو براتون گذاشتم، میتونین گوش کنین، یا برنامه های من با استاد امید عطای فرد اینجا هستن، یا با الیکا بقایی، یا برنامه هایی که روزهای جمعه آدینه ها به صورت نشست همگانی انجام میشه و همه شما میتونید در اون حاضر باشید. ما در شبکه های مختلف تلگرام و در فیسبوک و در توییتر، اینستاگرام میگذاریم
نام برنامه و لینک ورود به اتاق زوم جنبش رنسانس رو، اما لایو هم اینجا شما میتونید ببینید در قسمت لایو ویدئوز روی یوتیوب. زنده میتونید برنامه رو تماشا کنید. بله زنده میتونید تماشا کنید و حاضر باشید. این وبسایت انگلیسی ماست، persianrenaissance.org. همون جوری که میبینید در اینجا یک بخشی هم داریم به نام دونیشن. حالا ما میتونیم برنامه های مختلف رو روی اینجا شما میزنید و پیگیری میکنید و پیدا میکنید سخنرانی ها و مقالات گوناگون، و لینکمون به وبسایت فارسیمون هم اینجا هست. اما در قسمت دونیشن اینجا شما میتونید اگر میخواید جنبش روزایی ایرانی رو و کتاب ها و پژوهش هایی که داره بیرون میده و برنامه هایی که داره براتون تهیه میکنه رو ساپورت کنید یا حمایت کنید یا دوست دارید کمک کنید، جز کسانی هستید که نگاه ایرانی و هویت ایرانی براتون مهمه و واقعا میخواید کار عملی در این راه بکنید و نمیدونید باید چیکار کنید، میتونید به ما کمک کنید که ما این فعالیت های 7 سالمون ادامه پیدا کنه. اینجا شما دکمه دونیشن رو که بزنید وارد قسمت پیپل میشید به طور اتوماتیک، و هر میزانی که دوست دارید میتونید ماهانه، اینجا میتونید ماهانه این کمک رو پرداخت کنید، یا میتونید یک بار باشه، یا میتونید به عنوان اون چیزی که شما به عنوان نظر همیشه میدادید به این طرف و اون طرف و متاسفانه به جیب اعراب ریخته میشد، شما میتونید برای کارها و فعالیت فرهنگی ایرانی اینجا بذارید. اگر عروسی میکنید ازدواجتون رو جشن میگیرید، اگر برای فرزندتون میخواین یک پولی رو بدید که مثلا کار خوشحالی برای خانوادهتون پیش اومده، همه این کارا رو میتونید با دونیشن به ما انجام بدین. چرا اینو دارم میگم؟ برای اینکه برنامه‌های رنسانس ایرانی در واقع کانال پارس ممکنه که به زودی متوقف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما فکر کردیم شاید از 2 هفته دیگه نتونیم پرداخت کنیم پول ساعت‌های ارمونو یا ساعت‌هایی که با تلویزیون پارس نیاز به کمک داریم که شما به ما دهش بدین و همیاری بکنین که ما بتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم، وگرنه اگر بودجه ما کافی نباشه برنامه ما روی تلویزیون پارس به پایان میرسه. خواهش میکنم همکاری بکنیم، ما تمام ما رایگان اینجا کار میکنیم، ساعتها زمان میذاریم، شما میتونین یه کار کوچیک بکنین، از ما حمایت بکنین که ما بتونیم این آموزشا رو ادامه بدیم که هممون بتونیم موفق بشیم. و یادتون باشه اگر کسی در ایران و بیرون از ایران نیاز داره برای آیین‌های زرتشتی، ما رایگان این رو برای شما انجام میدیم. شما اگر در امریکا بخواین کسی رو خاکسپاری بکنین و بخواین از روش هشو زرتشت اینو انجام بدین، یا اگر بخواین ازدواج بکنین، گواهی بکنین، صدر پوشی بکنین، تمام اینا رو انجمن ما رتویارهایی هستن میتونن انجام بدن رایگان، و نیازی نیست شما به ما هیچ پولی بدین، ولی میتونین دهش بدین به انجمن جان خرد یا به رنسانس ایرانی که ما بتونیم این سرویس ها رو برای شما انجام بدیم. شما نیاز نباشه کتاب ها رو بخرین، این کتاب هایی رو که شما تشویقتون میکنم کتاب ها رو بخرین و بخونید، این کتاب هایی رو که شما میخرید هزینش برای پژوهش های بعدی و چاپ کتاب های بعدی و انجام کارهای مطالعاتی بیشتر انجام میشه، چون ماها انجمن هایی نیستیم که از دولت ها یا دانشگاه ها پول های کلان بهشون داده میشه، چنین چیزی نیست برای رنسانس ایرانی، و تا کنون ما یک قرون پول از هیچ جایی، از هیچ دولتی، از هیچ سازمان‌های دولت‌های مختلف، وابسته‌های دانشگاه‌های مختلف هرگز نگرفتیم، نه گرانت، نه به اصطلاح اسکولارشیپ، نه هیچ نوع چیزی. برای همین ما از شما می‌خوایم که خودتون، ما ایرانی‌ها باید عادت کنیم و یاد بگیریم که خودمون کارهای فرهنگی خودمون رو حمایت کنیم و ترغیب کنیم و تشویق کنیم، به جای اون پول‌هایی که شما برای مکه و کربلا و حرم امام رضا و حرم معصومه و این برون بر میریزید که یه مشت آخونده واقعا دزده بی وجدان که هیچ اهمیتی نه به فرهنگ نه به ملت ما میدن و تنها کاری که دارن میکنن تخریب و نابود کردن اون سرزمین و همه ملیگرایی و هویت ایرانی ماست. شما میتونید این کار رو توسط ساپورت کردن و حمایت کردن بنیانهای ایرانی، به خصوص بنیانهایی مثل
جان و خرد یا رنسانس ایرانی یا کسانی که شما مطمئن هستید دارن کاری که میکنن تأثیرش و نتایجش رو و فراورده هاش رو به چشم میبینید. سپاسگزارم از حضرت شما. ما وقتی اینجا به پایان رسیده ممکنه که من یه دقیقه اگر بشه شما، ما یه نام پروفیت ارگنایزیشن هستیم هر دو در یعنی غیر انتفاعی، بذاری برای مردم ترجمه کنم و میتونین تمام حسابداری ما رو هر کسی بخواد دهش بده میتونین نگاه بکنیم و it's open to the public، یعنی همه مردم میتونن اینو نگاه کنن و اگر کسانی در آمریکا دارن این کمک ها رو میکنن، اینا از طریق تکس یا مالیاتشون در آخر سال 40% بهشون، تمام حسابای ما بازه به هر کسی که میخواد نگاه بکنه. سپاسگزارم ازتون رتو شهروز گرامی، سپاس از همه بینندگان و شنوندگان برنامه های زرتوش و برنامه هایی که توسط جنبش رنسانس ایرانی آماده میشه. برای تماس گرفتن با ما از info@iranianrenaissance.com میتونید استفاده کنید. آدرس انجمن جهان فرست، وبسایت ها و آدرس هایی که برای اینستاگرام، توییتر، تلگرام و یوتیوب ما هست و همچنین فیسبوکمون رو این پایین میتونید ببینید. خواهش میکنم با ما در تماس بمونین و برنامه های ما رو در روی یوتیوب هم خودتون ببینین، هم به آگاهی سایرین برسونید و بگذارید همگی در آموزش همگانی و بازیابی هویت ایرانی شریک باشیم. سپاسگزارم و تا برنامه آینده. خدا نگهدار. خدا نگهدار.